در با شما اشوات کردین، اشوات کردین، در پالوی ما بودین، اشوات کردین، در پالوی ما بودین و ما را در آغوش گرفتین که ما نبودن پدر خود با شما هیچ وقت احساس نکردیم. یک تشکری کلان از طرف فامیل خود از تمام شما میکنم و چند گفته بسیار کوتاه در رابطه با پدرم دارم که پدرم چه رقم یک شخصیت بود، چه رقم یک پدر بود. پدرم در ولایت کابل ولسوالی میری بچکوت قریص سیاب چرمگر به دنیا آمد و مکتب خود در عمو کودامن که ما شما میگیم کودامن کابل به تمام رساند و در دوران ظاهرشاه پدرم چون در اون دوران اول نمره و دوم نمره و سوم نمره را به اون مانند که در طب و انجینیری انتخاب میکردن، پدرم درس خود در سای نظامی را در عربی پوانتون افغانستان شروع کرد، از دوران سردار محمد داود خان تا به سر دوران دکتر نجیب الله ایفای وظیفه بر افغانستان کرد. پدرم هیچ وقت با وجود از اینکه تای بسیار نظام هایی که تغییر میکرد در افغانستان، هیچ وقت پدرم به هیچ اسم وابسته نبودن. پدرم نه خلقی بوده، نه شعله‌ای بوده، نه پرچمی بوده، نه مجاهد بوده، یک افسر بسیار پاک اردو بوده و تمام تنظیم ها چی از مجاهدین، چی از حزب شعله، چی از حزب دموکراتیک خلق افغانستان، هر یکش بسوی ببرک کارمل، بسوی شهید احمد شاه مسعود بر پدرم احترام داشته، چون پدرم پاک بوده و اولادای به جامعه تقدیم کرده، مانند سید عمر صبور که رئیس پاسپورت افغانستان بوده و تمام افغانستان میشناسه. به مو شکل پدرم از خود سه دختر داره که کلشان دکترای خود در کانادا گرفته، سه پسر داره که سید اجمل نصیب، سید زبیر نصیب و سید عمر آقا که برادر کلان ماست، تمامشان تحصیلات عالی خوده کرده که کلش از حیرات زمین پدر بودن. از پدر ما هیچ ملکیت، هیچ زمین بجای نمانده، چیزی که میراث از پدر بوده کلش بر کاکای کلانم در افغانستان بخشیده و با یک پتو و با یک عمو لباسی که ضرورت بوده افغانستان ترک گفته، روی شرایطی که نمیتونستیم زندگی کنیم و یک عشق پاک با وطن خود همیشه داشته و یک افسر بسیار پاک بوده. پدرم از همه چیز کرده برای ما نصیحت میکرد که بچیم انسانیت بالاتر از همه چیز است. همیشه بر انسان خوب، نه اینکه عیسوی باشه، موسوی باشه، نه اینکه یهودی باشه، هندو باشه، یک انسان از روی انسانیت بشناسیم. همیشه نصیحت پدرم بوده که یک انسان از انسانیتش بشناسید و پدرم بسیار اگه انسان با خدا، همیشه با خدای خود بودم. همیشه که ما یک تشویش یا استرس داشتیم، نصیحت پدرم بوده که بچیم خدا وجود داره، توکل تا به خدا کن. زیاد یب نمیزنم نان دوستای عزیز، با وجود ازی که ما تقریبا از بیش از 200 نفر دعوت کرده بودیم برای روز چهل پدر خود، ولی چون میفهمین که رسم و رواج ما شما که هست باید در روز چهل که حسابداری میشه از طرف بزرگا، باید این مراسم امروزی در روز باید گرفته میشه. متاسفانه امروز روز رسمیات است، بسیاری کسا از خود بزنس داره، بسیاری از خود کار دارن، بازم ما خفه نمیشیم به خاطر از این که مشکلات همه گیره درک میکنیم. بسیاری از بزرگان نتوانستن بیاین. دیگه دوستای عزیز من زیاد پرگویی نمی کنم، یک تشکری باز در اخیر ازتان می کنم که از روز اول تا روز اخیر شما با ما بودین، با ما بودین، با فامیل ما بودین، همدردی کردین از هر لحاظ. دوستای عزیز نان یک نظری را که ما، یک نان را که به خاطر ختم ترتیب دادیم،
در اختیار شماست. ببخشید که شاید دشنام شده باشین، از وقت نان تیر شده، زیاد پرگویی نمی کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.